انیمیشن داستان اسباب بازی یا توی ستوری اولین انیمیشن تمام کامپیوتری و سبودی سینمای جهانه که با همکاری دو شرکت پیکسار و دیزنی ساخته شد. تو این انیمیشن چند نکته جالب وجود داره که اونها رو با شما به اشتراک میذارم. <applause> داستان از اینجا شروع میشه که اسباب بازی ها تو این انیمیشن همه زنده هستن و زمانی که از دید انسان ها دور باشن شروع میکنن به حرکت کردن و حرف زدن. اندی پسر 6 ساله داستان یه سری اسباب بازی داره که از میان اونها به وودی گافچرون با صدای تام هنگز علاقه بیشتری داره. تا اینکه روز تولدش یه تکاور فضایی به اسم باز هدیه میگیره و توجهش از وودی به سمت باز میره. همین موضوع باعث میشه که باز و وودی با همدیگه دشمن بشن و بینشون درگیری به وجود بیاد. خلاصه طی اتفاقاتی در طول داستان باز و وودی گم میشن و سر از خونه سید پسر همسایه اندی در میارن. سید یه پسر بسیار شرور و خرابکاره که اسباب رو تیکه تیکه میکنه و اونا رو فرانکشتاین وار به همدیگه پیوند میزنه. نکته جالب توی خونه سید اینه که طرح موکت راهروی خونه سید شبیه طرح موکت هتل اوورلوک در فیلم درخشش یا شاینینگ خب در این مورد دو دیدگاه متفاوت وجود داره یه دیدگاه اینه که علت استفاده ای این تر در راهروی خونه سید این بوده که میخواستن همون فضای ترسناک و رعباور هتل اوورلوک در خونه سید تدائی بشه و به بیننده القا بشه. یه دیدگاه دیگه هم وجود داره جی وایتنر نویسنده کارگردان و نظریه پرداز آمریکایی بر این باوری که این انیمیشن باز هم مثل فیلم درخشش قصد داره که سفر انسان به ماه رو زیر سوال ببره اگه تحلیل فیلم درخشش رو ندیدید میتونید اون رو توی همین کانال مشاهده کنید خب طرح موکت که همون طرح سکوی پرتاب آپولو 11 است و نام باز لایتیر از روی نام باز آلدرین که یکی از فضانوردان آپولو 11 بود گرفته شده. باز لایتیر در ابتدای انیمیشن تصور میکنه که یه فضانورد واقعیه. البته وودی بارها بهش میگه که تو فقط یه اسباب بازی هستی ولی باز قبول نمیکنه. تا اینکه باز تبلیغ خودش توی تلویزیون میبینه و متوجه میشه که یه اسباب بازی بیش نیست. یعنی تلویحا به این موضوع اشاره میشه که باز آلدرین هم فزنورد واقعی نبوده و بازیچه دست سیستم بوده در قسمت سوم این انیمیشن باز هم به فیلم درخشش اشاره میشه. پلاک ماشین جمعوری زباله RM237 که اشاره داره به اتاق 237 در فیلم درخشش. همچنین در جای دیگه قسمت سوم وودی در حال گشتن آدرس از روی نقشه کامپیوتره که ناگهان یک پیام با آیدی ولاسیستار 237 پیام میده که بازم به کد 237 اشاره میشه. در قسمت چهارم این انیمیشن هم در عتیق فروشی موسیقی که از گرامافون پخش میشه همون موسیقی پایانی فیلم درخششه. کلا سری انیمیشن های یا داستان اسباب بازی خیلی از انیمیشن ها و فیلم های دیگه کمک گرفته مثلا تو همین قسمت چهارمش شخصیت بنسن برگرفته از شخصیت سلپی در فیلم گوس بامسه یا مثلا در تویستوری دو پیرمردی که دست وودی رو میدوزه و اونو ترمیم میکنه همون شخصیت انیمیشن کوتاه جریز گیمه که با خودش شطرنج بازی میکنه توی تو هم وقتی جعبه ابزارش رو باز میکنه که وودی رو ترمیم بکنه توی یکی از کشوهای جعبهش مهره شطرنجش رو میتونیم ببینیم. همچنین صحنه که رکس ماشین رو دنبال میکنه برگرفته از یکی از صحنه های فیلم جوراسیک پارک در سال 1993 هست. توی قسمت اول توی استوری اون دستگاهی که توی پیتزا پلنت بچه ها باش بازی میکنن و با چکش باید بزنن توی سر اون موجود فضایی که از شکم فضانوردا بیرون میاد یادآور صحنه از فیلم ایلیان ساخته یه ریدلی اسکاته نکته جالب دیگه این که اندی کف پای عروسکاش اسم خودش رو با ماژیک مینویسه ولی اون اندی که کف پای وودی مینویسه خیلی بدخطر از اون اندی که کف پای باز مینویسه یعنی مثلا اندی همونجور که بزرگتر میشه دست خطش هم بهتر میشه یه نکته جالب دیگه هم در قسمت اولین انیمیشن وجود داره یکی از اسباب بازیایی که سید سر هم میکنه متشکل از دو تا پای یه زن و یه قلاب ماهیگیریه اسم این شخصیت لگزه یعنی پاها خب میدونیم که در انگلیسی قلاب میشه هوک و اگه بخوایم پسوند ای آر بهش اضافه کنیم یعنی مثلا کسی که قلاب میندازه واژه هوکر به دست میاد که این واژه در انگلیسی آمیانه به معنی روسپی یا تنفروش هست. در واقع یه نوع بازی با کلمات مثبت 18 توی این انیمیشن انجام دادن که شاید خیلی مناسب کودکان نباشه. در توستوری سه 3 یه نقشه پشت سر مادر اندی دیده میشه که بعضی نقاطش سوزن تهگرد خورده. این نقاط در واقع محل تولد و پرورش یا همون هومتاون سازندگان این انیمیشنه. های ابتدایی تو استوری دو خیلی از جنگ ستارگان الهام گرفته. مثلا اونجایی که باز وارد سیاره سنگی میشه و یک دوربین چشمی از میون سنگ ها بیرون میاد. یا اونجایی که باز از میان یک تونل چراغونی عبور میکنه. همچنین نبرد باز و زرگ کاملا شبیه یکی از نبردهای فیلم جنگ ستارگان یعنی نبرد دارث ویدر و لوک اسکای واکر طراحی شده امپراتور زرگ که اصلا یه جورای نسخه اسباب بازی دارث ویدره you نکته آخر کد A113 هست که توی خیلی از انیمیشن ها دیده میشه. مثلا تو همین انیمیشن توی شماره شماره پلاک ماشین مادر اندی A113 است. توی انیمیشن های دیگه هم مثل زندگی یک حشره، انیمیشن کارز یا ماشین ها در انیمیشن در جستجوی نیما روی دوربین عکاسی، همچنین انیمیشن کارخونه ها و دانشگاه ها و خیلی انیمیشن های دیگه این کد A113 دیده میشه. منظور از این کود چیه؟ آیا به محافل مخفی مربوط میشه؟ نه دیگه هر گردی گردون نیست. این دیگه ربطی به تئوری توته و این حرفا نداره. این کود صرفا شماره کلاسی بوده در مؤسسه هنرهای کالیفرنیا که در اونجا تعدادی از بهترین انیماتورهای هالیوود، دیزنی و پیکسار آموزش دیدند و به دنیای انیمیشن راه پیدا کردند. خب نکات پنهان و اصطلاحا ایسترک ها یا تخمه های بیشتری هم توی سری انیمیشن های داستان اسباب و بازی وجود داره ولی خب من تا همینجا بسنده میکنم و بقیه رو به عهده خودتون میذارم میتونید اونها رو پیدا بکنید و توی قسمت کامنت ها بنویسید